وقتی همکارم قند خون بیمار گرفت قند خون بیمار 400 بود و این یه قند خون بالاییه واقعا مشکل بیمار چی بود آیا قند خون بالا باعث آسیب به مغز بیمار شده بود بیا بهتون بگم ساعت 8 صبح شیفت صبح اورژانس وقتی که داشتم میرفتم داخل اورژانس که شیفت تحویل بگیرم متوجه یک خانواده شده بودم که یک آقا یا حدوداً 28 ساله رو روی برانکارد وارد اورژانس کرده بودم و رفته بودن گوشه اورژانس اونجا بیمارشون رو گذاشته بودم و زیاد آژیت و بیقرار نبودن یعنی خانوادهش آروم بودن و یکی از خانوادهش اومد سمت ما یعنی سمت استیشن همونطوری که من داشتم از همکارای دیشب بیمارا رو تحویل میگرفتم به ما گفت که بیمارش سابقه دیابت داره و همیشه وقتی قند خونش میره بالا اینطوری بیهوش میشه وقتی گفت اینطوری بیهوش میشه همه همینطور همو نگاه میکردیم چون میدونستیم قراره با چه چیزی رو چون به احتمال زیاد بیمار DKA کرده باشه حالا شاید بگیم مثل DKA چیه برای کسایی که نمیدونن DKA چیه دوستان DKA که, ای که, ای که تو اسیدوز دیابتیه وقتی قند خون میره بالا اونقدر بره بالا که انسولین زده نشه قند خون بالا باعث ایجاد اسیدوز در خون میشه یعنی خون رو اسیدی میکنه و اسیدو شدن خون باعث ایجاد کما و یک حالت آسیب به مغز میشه که همونطور که همراهش میگفت این بیمار قبلا هم همین اتفاق براش افتاده بوده یعنی با دیابت بالا با قند خون بالا میومده اورژانس و هوشیاریش رو از دست داده بوده یعنی بار اولم نیست و به خاطر همین بود هم که بیم همراه بیمار آروم بودش خیلی عجیب بود و همون لحظه بود که من و همکارم رفتیم بالا سر بیمار خیلی سری رفتیم بالا سر بیمار و برای بیمار همکارم قند خون رو گرفت قند خون بیمار دوستان 400 بود وقتی که قند خون بیمار رو دیدیم مطمئن شدیم که بیمار بیشک دیکی هستش و کاری که الان باید انجام میدهیم این بود که برای بیمار آزمایش ABG بی میفرستدیم آزمایش که به ما میگفت که خون بیمار اسیدی شده یا نه یعنی بیمار دیکی هستش یا نیستش اما با این حالت هایی که بیمار خودش نشون میداد یعنی هوشیاری نداشتش و نفس هاش یه طوری بودش دوستان و اینکه پوست بدنش سرد بودش و قند خون بیمار 400 بود همه این علائم به ما میگفت اوکی 90 درصد بیمارت در واقع دیکه 10 درصدش مربوط به آزمایشه که باید برسه کاری که الان باید میکنیم بود که برای بیمار زیاد سرم میذاشتیم چون مهمترین درمان دیکه اینه که سرم تراپی رو برای بیمار شروع کنی حتی قبل از اینکه جواب آزمایش بیاد برای بیمار سرم گذاشتیم ولی نمیتونستیم انسولین بزنیم که قند خون بیاره پایین باید منتظر آزمایشات می بودیم باید منتظر آزمایش پتاسیم می بودیم چون اگر پتاسیم بیمار پایین باشه و شما به این بیمار انسولین بدی که قند خونش بیاری پایین اون وقت انسولین خودش باعث کاهش پتاسیم میشه و پتاسیم بیمار بیش از اندازه میاد پایین اون وقت بیمار ایست قلبی میداد پس کاری که الان فقط میتونستیم انجام بدیم این که بیمار رو مانیتور کنیم و برای بیمار سرم تراپی رو شروع کنیم و وقتی که من برگشتم استیشن پزشکی که جفتم بود همکارم بود که پزشک صبحم بود گفت به من که خب چه کاری دیگه معلوم از روی علائم معلومه که بیمار در واقع دی ای هستش و نیاز نیست منتظر آزمایشات باشیم بیا انسولین رو شروع کنیم و بیمار سری بفرستیم بره آی سی چون دوستان بیماری که دی ای هستش باید منتقل بشه به ICU و توی ICU انسولین رو به صورت تزریقی توی وریدهاش بگیره. اما من گفتم که بذار صبر کنیم که آزمایشات برسه شاید چیز دیگه ای علاوه بر دیکه ای بیمار داشته باشه ما باید بدونیم قبل از اینکه بره آی سی او. چون اگه بیمار بره آی سی او، اون وقت ممکنه زمان بگذره و اگه مشکل دیگه ای داشته باشه ممکنه ما نفهمیده باشیم و اتفاق دیگه ای بیفته وقتی که گفتم آزمایشاتش باید برسه همکارم گفت که نه بابا چه لزومی داره دیگه همراش داره میگه یه ماه پیش هم این شکلی به دنبال قند بالا بی بیهوش شده همش اینطوری با بیهوشی ما مراجعه میکنیم و معلومه بیمار هی هستش همراش هم داره اینو در واقع هی تکرار میکنه بیا بفرستیمش بره آی سی مقدار اورژانس خلوت بشه گفتم بیمار یه مقدار رنگ پریده است و من میترسم بیمار کم خون باشه زیاد طول نمیکشه فوقش ده دقیقه دیگه آزمایشاتش بیاد بذار آزمایشاتش برسه و بعد میفرستیمش آی سی بعد از ده دقیقه آزمایشاتش رسید کسی که رفت آزمایشات بیمار رو بگیره همکارم بود و وقتی که آزمایشات بیمار رو توی سیستم دید به من گفت که بیمار اسیدوز همونی که بهت گفتم بهت گفتم که بیمار اسیدوز سری بفرستش آی سی یو یعنی بیمار اسیدوز خون داشتش و خب بیمار علایمش به دیکی ای میخوره هوشیاری نداره قند خونش بالاست همراش میگه قبلا این اتفاق براش افتاده و الان اسیدوز خون بیمار مشخص شدش بیمار مشکل از در کم خونی نداشتش پتاسیم بیمارم اوکی بود و الان باید بیمار رو میفرستادیم بره در واقع آی سی یو و خب من برای بار آخر من همیشه عادت دارم برای اینکه قبل از اینکه بیمار منتقل بشه به سایر بخش ها قبلش یه شرح حال دیگه ای از بیمار بگیرم که چیزی رو جان انداخته باشم و خب من آزمایش بیمار ندیده بودم همکارم بود که به من گفت که خون بیمار اسیدی شده من رفتم بالا سر بیمار برای آخرین بار قبل از اینکه بره آی سی بیمار رو چک کنم ببینم مشکل دیگه ای وجود نداره و خب داشتم هوشیاری بیمار رو چک میکردم یکی از کارهایی که برای چک هوشیاری ما انجام میدیم اینه که مردمک های بیمار رو چک میکنیم که آیا به نور واکنش نشون میدن یا نمیدن وقتی که مردمک بیمار رو چک کردم و در واقع بهش نور زدم یک همچین تصویری رو دیدم و اونجا بود که خوشکم زد ای وای چرا مردمک بیمار این همه منقبضه DKA، ای ایجاد انقباز مردمک نمیکنه یه لحظه عامل انقباز مردمک توی ذهن اومد مسمومیت با مواد مخدر من بیماری زیادی داشتم که به دنبال مصرف تریاک به دنبال مصرف متادون به دنبال مصرف قرص بدو دوچار مسمومیت شدن و انقباز مردمک پیدا کردند. اتفاقا مسمومیت با مواد مخدری مثل متادون بدو و یا تریاک باعث کاهش تا هوشیاری میشه باعث مشکلات تنفسی میشه که همه اینها رو بیمار داشت و ما اینا رو چک نکرده بودیم یعنی به ذهنمون نیومده بود چرا چون همراش میگفت سابقه قند خون داره و واقعا بیمار قند خونش بالاست و همراش میگفت که قبلها به خاطر قند بالا بیهوش میشده و بستری آی سی میشده تنها چیزی که توی ذهنمون قفل شده بود دی ای بود و اوکی ولی همکارم میگفت که بیمار خونش اسیدی شده پس بیشتر به دی ای میخوره ولی چرا بیمار مردم مکاش منقبض شده بوده من سریعاً برگشتم سمت استیشن و به همکارم گفتم میتونم آزمایشات بیمار ببینم و همونجا همکارم بهم گفت که بد گفتم که بیمار آزمایشاتش اسیدیه اسید و خون داره بیمار دیکی ایه بیا بفرستیمش آی سی تا قبل از اینکه دیر بشه گفتم نه درست بیمار اسیدوز خونه و درست بیمار احتمال زیاد دیکی هستش اما بیمار انقباز مردمک داره و توی دیکی ای انقباض اتفاق نمیفته که همونجا بود که من آزمایش بیمار رو هر طور شده بود اووردم روی سیستم و چکش کردم برای بار دوم و دیدم خون بیمار درسته که اسیدیه و درسته که بیمار اسیدوز داره اما منبع اسیدوز بیمار در واقع خون و قند بیمار نبوده منبع اسیدوز بیمار تنفس و ریه های بیمار بوده چطوری؟ ببینید آزمایش ABG ای ستا آیتم داره یه آیتم پی که به ما نشون میده بیمار اسیدی خونش یا بازیه یا نرماله که چون بیمار در واقع میزان پی اچش 7 و 22 بود نشون میده که خون بیمار اسیدی شده حالا از جایی که بیمار علائم دیابت داشت ما حدس میزنیم که بیمار به دنبال دی ای خونش اسیدی شده و توی بیماری دی کی ای اتفاقی که میفته اینه که میزان بیکربونات یعنی آیتم سوم میاد پایین و چون میزان بیکربونات میاد پایین در واقع اسیدوز به دنبال دیابت رخ میده و ما میگیم دی... در واقع دی اتفاق افتاده اما توی این بیمار میزان بیکربونات افت نکرده بودش بلکه میزان در واقع CO2 یا دی اکسید کربن که آیتم دوم ABG آزمایش ای هستش این سعود کرده یعنی میزان زیادی دی اکسید کربن توی ریه ها تجمع پیدا کرده به خاطر تنفس نامؤثر بیمار و اینه که عامل اسیدوز بوده نخند خون بیمار درسته قند خون بالا بود ولی اسیدوز ناشی از قند خون نبودش و در واقع بیمار کاملا یه مشکل دیگه ای داشت من وقتی که اینو دیدم قشنگ به ذهنم علائم مسمت با مخدر اومد که مسمت با مخدر باعث کاهش سطح حشیاری میشه باعث میشه که سیستم تنفسی خوب کار نکنه و چون سیستم تنفسی این بیمار خوب کار نمیکرده دی اکسید کربن توی ریه ها افزایش پیدا کرده و بیمار وارد اسیدوز خون شده به دنبال افزایش دیوکسید اکسید کربن و الان باشه که مردمک های بیمار من فهمیدم بیمار یه چیزی مصرف کرده که همراهاش نمیدونن وقتی که برگشتم از همراه پرسیدم بیمار چیزی مصرف میکنه که گفتن آره ولی دو سال پیش ترک کرده و داره از قرص ترک استفاده میکنه گفت. گفتم چه قرصی مصرف میکنه و به من نشون دادن قرصی که بیمار مصرف میکرده برای ترک در واقع تریاکی که قبلا دو سال مصرف میکرده قرص بیدو بودش قرص های بیدو دو قرص های هستن که برای ترک داده میشن که بیمار احساس اون درد ازولانی و احساس اون عوارض ترک رو نکنه اما همین قرص ها اگه بیش از اندازه مصرف بشه مسمومیت با مواد مخدر رو ایجاد میکنه چیزی که بیمار الان تجربهش میکرده و هر آن ممکن بود بیمار ایست تنفسی بده سریعا من بیمار رو فرستادم وارد اتاق احیاش کردم و برای بیمار گفتم نالوکسان زده بشه چون نالوکسان چیزی بود که الان بیمار نیاز داشت نالوکسان چیه نالوکسان دایروی هستش دوستان که میاد وارد و خون میشه و میره توی قسمت مغز و سیستم اعصاب مرکزی جایی که مخدرها نشستن روی گیرنده خودشون و باعث کاهش سطح شدن مخدرها رو کنار میذاره و دوباره بیمار رو هوشیار میکنه و اون حالت در واقع مخدرگونی که مسمومیتی که به بیمار داده شده رو میپرونه ولی توی این بیماران نباید ما نالوکسان رو دوز کامل بزنیم چرا در بیمارای معتاد و در بیمارای که سابقه اعتیاد دارن باید با دوز کم شروع کرد داروی نالوکسان رو چون اگه با دوز کامل بدی ممکنه کاملا این مواد مخدر یهویی بپره و بیمار وارد فاز در واقع تشنج حتی سکته قلبی و ام آی بشه خیلی از بیمارا بودن به دنبال اعتیاد و مسمومیت تنفسی اومدن دوز کامل نالوکسان بهشون زده شده و بعدش دچار سکته قلبی شدن چرا چون یه دفعه از حالت بیهوشی هوشیار میشن و این فشار میاره به قلبشون ما باید با دوز کم شروع میکردیم و به بیمار یک دوم دوز رو دادیم باور نمیکنید کنید سی ثانیه بعدش بیمار بیدار شد تنفساش خوب شد و داشت از ما تشکر می کرد ولی خب چون ناشنوا و لال بودش نمیتونست خوب حرف بزنه من اول فکر میکردم بیمار دچار آسیب مغزی شده که خوب نمیتونه حرف بزنه ولی ظاهرا بیمار ناشنوا بودش و همراهاش من گفتم که بیمار ناشنواست و بیمار داشته از این قرص ها استفاده می کرده و دچار مسمومیت و اووردوز با این قرص ها شده و فکرش رو بکنید اگه ما مبنی بر این میذاشیم که اوکی اسید بیمار و مشکلی که الان بیمار داشته ناشی از دی ای بوده ناشی از قند خون بالا بوده و با این تشخیص و با انسولین تراپی میفرستادیمش آی سی یو ممکن بود تو اایسیو دیگه کسی بررسیش نکنه ممکن بود توی اایسیو طبق چیزی که تشخیص داده شده بود توی اورژانس ادامه پیدا کنه و فقط بهش انسولین و سرم بدن بیمار وارد ایست تنفسی بشه به دنبال مسئولیت با مواد مخدر درسته بیمار قند خونش بالا بود اما مشکل الان قند خون نبود مشکل کاهش هوشیاری مسئولیت با مخدر بودش و اینقدر پزشکی و پرستاری و علم پزشکی حساسه. می‌بینی دو تا بیماری خیلی شبیه به همن خیلی علائمشون شبیه به همند و بیمار خونش هم اسیدیه ولی اسید و خون با توجه به آزمایشات ناشی از تنفس بیمار بود نه خون بیمار و این بود که تونستیم بیمار رو نجات بدیم تونستیم بیمار رو هوشیار کنیم و تونستیم بیمار رو از ایست حتمی تنفسی و بعدش ایست حتمی قلبی نجات بدیم و این بیمار نجات پیدا کرد دو روز رفت آی سی و بعدش مرخص شد و کاملا با حال خوب رفتش خونه و اینه که میگم باید تک تک آیتم ها بررسی بشه. باید چندین بار بیمار بررسی بشه که حتی اگر کاملا یعنی 100 درصد به یک بیماری شک کردی به بیماری های دیگه هم شک کن ممکنه بقیه هم باشن اوکی دوستان رسیدیم به انتهای این کیس جالب و البته مستر پسندانه که تونستیم این بیمار رو تشخیص بدیم نجاتش بدیم و اوکی اون مسمت تنفسیشو رو با نالوکسان برطرف کنیم و ببینید چقدر داروی نالوکسان داروی مهمی هستش توی ترالی احیا دوستان امیدوارم که نهایت لذت رو از این ویدیو برده باشید دوستان یاد نره که ساخت همچین ویدیوهایی بسیار 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 انرژی میگیره تمام این تجربه‌ای که در اختیارتون قرار میگیرن واقعا خیلی انرژی میگیره که بتونیم این ویدیو رو براتون بسازم پس برای اینکه من بتونم همچین ویدیوهایی رو براتون بسازم حتما سابسکرایب کنید زنگوله که نشه بزنید و این ویدیو رو برای که فکر می‌کنی ازن همین الان بفرستید این باعث میشه من انرژی کافی رو بگیرم که همچین ویدیوهایی رو براتون بسازد دوستان یاد نره که من تک تک کامنت های شما رو میخونم حتی اگه ممکن جواب ندم ولی تک تک کامنت های شما خونده میشه و در در واقع روند این کانال تاثیرش رو میذاره دو تا از کامنت های شما رو من انتهای هر ویدیو رندوم میارم بالا پس حتما کامنت بذارید و این ویدیو برای همکاراتون بفرستید تا ویدیو بعدی مثل پسندانه باشید